یکی از مواردی که شما شاید به مشکل بر بخورید دو وظیفه مطابق شأن و وظیفه دلخواه شما هست. ما میفهمیم که شما در افغانستان رئیس بودید، مدیر بودید، منیجر بودید، در یک پوزیشن یا جایگاه بسیار بالای کار کردید. در این سرزمین های جدید هم انواع و اقسام فرصت های فراوانی موجود است که شما میتونید از اونها استفاده بکنید، ولی یک سلسله محدودیت ها و تفاوت های وجود داره، یک سلسله شباهت های هم وجود داره. شما اگر دکتر بودید میتونید به عنوان دکتر اینجا کار کنید، اگر به عنوان انجینر بودید میتونید به عنوان انجینر در اینجا کار کنید، اگر به عنوان مدیر پروژه بودید میتونید در اینجا مدیریت پروژه و وظایف مختلف مرتبط با کاریتان در افغانستان گیر بیارید. ولی تفاوتش این است که شرایط اینجا، امکاناتی که در اینجا وجود داره، ابزاری که در اینجا استفاده میشه با ابزاری که در افغانستان استفاده میشه متفاوت هست. تا اینکه شما این مورد را یاد بگیرین یک زمان لازم هست. پس پیشنهاد به این میشود که شما در اولین اقدامی که میکنید کوشش کنید وظیفه پیدا کنید، هر وظیفه‌ای که باشه. در اینجا انواع و اقسام و یک دنیا وظیفه و کار هست، از کارهای بالا مقام کمپیوتری، مدیریت و اداری گرفته تا کارهای فروشندگی، کارهای ارتباطات و منظورم که کارهای تکنولوژی و کارهای ساختمانی و کارهای روزمره، هر قسم کاری بگید اینجا موجود هست. ببینید نظر به محیطتان، نظر به شرایط، ببینید که چی کار را در اولین روز شما بعدی سوارده میتونید. فرق نمیکنه که شما مثلا برای چند مدت را به عنوان یک کارگر ساده در یک جای مصروف باشین تا یک جایگاه و جای پای باز کنید و با مرور زمان بهتر میشه، شما میتونید که یک کار خوبتر و زمینه بهتری پیدا کنید. و شاید برای شما سخت تمام شود که در یک کاری مثلا در هتل برای شما وظیفه پیدا شود، چون در افغانستان در جایگاه خوبی بودین، یا اینجا در یک خوراک فروشی یا مارکت برای شما وظیفه پیدا شود و شما در افغانستان یک جایگاه بهتر بودین. ایره من فکر میکنم پیشنهاد من این است که چندان اهمیت ندین برش. چیزی که مهم است در اینجا در آوردن یا پیدا کردن پول هست. شما میتونید همو وظیفه ای که اول به دست شما میه، همو وظیفه خود پیش ببرید، هم مهارت هایی که شما در افغانستان داشتین و او مهارت های شما در کشور به درد میخوره اونا را انکشاف بدین و هم در بخش انگلیسی کار بکنید. و حرفی مهمی از من است که هر کاری که شما گیر میارین به اون مصروف شوید، کار شما که دست شما بند نمانه، دست فامیل شما بند نمانه. در هر کشوری که هستین، چه کشورهای آمریکایی، چه کشورهای اروپایی و چه کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان، و متاسفانه ایران و پاکستان شرایط بسیار خراب هم هست، ولی حرف این است که کار شما که یک زمینه درآمد پیدا شوه، خانواده شما چه کنار شما هست یا در افغانستان گیر مانده، اونا به غذا نیاز داره، اونا به پول و لباس و امکانات ضرورت داره. بناهن در این تو کشورها ممکن است که کار مطابق شأن شما پیدا شوه، ولی به مرور زمان. ولی کوشش بکنید اولین کاری که به دست شما میایه او را از دست ندین، او را بگیرین، هم ظرفیت و توانایی های خود انکشاف بدین و هم به مراحل بعدی فکر کنید. این برای شما خیلی مفید واقع میشه.